سلام بچه، خسته نباشید. تحلیل سال کنکور 1400 رو توی آموزشگاه هدف در خدمتتون هستیم. به این بچه ها اگه بخوام تحلیلشون کنم، توی تایم اصلا نمیشد زمان زد 50 تا سوال رو، چون تقریبا 10-12 تا شمارشی بود که شمارشش خیلی زیاد بوده. درصد مفید برای من بذار من 40 تاش، 60 متوسطه، 60 به بالا خیلی عالیه، خیلی عالی. یعنی البته بعد 40 تا 50 متوسطه، 50 تا 60 متوسط به بالاست، خوبه، و 60 به بالا بذار عالی بوده. سوالا اغلب متوسط به بالا بودن، اغلب متوسط بالا، ولی سوال خوبی بود به جز 3 تا سوال که یه خورده چالشی بود. بعد منتظر باش طراح نظرش چی هست، چون بین معلم ها اختلاف نظره. سوال رو سریع جواب میدم بچه ها که وقت شما رو زیاد نگیریم. این تو سایت هدف ضبط میشه میمونه، اگر کسی بعدن خواست نگاه کنه آفلاین هم میتونه ببینه. سوال 156، اولین سوال بنظر سوال سختی بوده، ولی بچه با رد گزینه راحت میشد زد. یاختای استخوانی موجود در چیه؟ تنه استخون ران. تنه استخون ران. به این بچه ها، این بافت متراکمه، بافت متراکمه. به این راحت گزینه یک رد میشه، مغز قرمز نداره. بافت متراکم مغز قرمز نداره. حفره های نامنظمن که بال بافت اسفنجی هستن، راحت رد میشه. بر روی دایره به مرکزیت مجرای هاورسن بچه، اون خارجترین ردیف تشکیل لایه سیستم هاورس نداره. جواب دو میشه در زیر، در سمت داخلش یه پرده هست، اسلام بهش میگه پرده زری. اون قسمت رو شکل اگه نگاه کنید دو تا بافت کشیده، بافتی زیرینش سلاش یاختای پهن و نزدیک به هم، خیلی هم مشخص نیست رو شکل، ولی واقعا این واقعیتش. این سوال به نظر من شما با رد گزینه ولی میشد زد گزینه دو رو. سوال دو، سوال 157 گزینه ساده ای، سوال ساده ای. در برگ خرزهره فراوان ترین بافته پوششی در ایجاد جریان توده ای نقش دارن. بله بچه، همون که تو جزئیات نوشتیم، هر بافت پوششی یه فعالی در بچه تداوم شیره خام نقش داره. این جواب یک میشه. کدوم نادرسته بچه ها؟ این هم سؤال بچه ها خوبیه، زیاد سخت نیست. گزینه غلطش خیلی تابلوه، گزینه صحیحش هم خیلی تابلوه. به این در واکنش های تولید و مصرف 5 کربن CO2 آزاد میشه. بله تو چرخه کرپس اگه نگاه کنید، چرخه کرپس رو رسم کرده باشید، جایی که 5 کربن تولید میشه و مصرف میشه CO2 تولید میشه. نوع پروتئین قشایی در انتقال ترکیب کربن، بله بچه، پیرواتی که در گلیکولیز تولید میشه در نهایت با صرف انرژی وارد میتوکندری میشه که اینجا یه سری پروتئین دخالت دارن. این درسته؟ در واکنش وابسته به نور همراه با ATP آب تولید میشه. براتون تو جزوه نوشتم که بچه هر وقت ATP تولید میشه تپ واکنش سنتز آبدهی، اینجا تپ واکنش سنتز آبدهی، اینم درسته. گزینه 4 هم خیلی غلطه. 5 کربن 2 فسفات ریبولوز 20 فسفات تولید میشه، اونجا گروه فسفات تولید نمیشه. غلطه. بچه بخش درون ترین لایه دیواره قلب، درون ترین لایه قلب بچه چین خوردگیاش، منظور دریچه قلب هم ساختار کاملا یکسانی داره، نه بعضی دولختی هم، بعضی یکی میترال دولختیه، سینی ها سلختی هم فرق دارن، همشون یکسان نیستن. از یاخت های بافت بنده به هم نزدیک تشکیل شدن، بله بافت پوششی آندوکار سنگ فر شیگلا هست، یاختاش به هم چسبیدن، درسته؟ یاختای صفات بین و بین تو میوکارده، تو ماچه قلبیه که توی دریچه ها نیستن اصلا. توسط بافتی حاوی رشته کلاژن مستحکم میشن توی دریچه ها، توی دریچه بافت پیوندی متراکم هست که اینو استحکام میده. جواب دو میشه. نوع کرم که هیچ یک از روش اصلی رو نداره کیه؟
بچه پلاناریا، پلاناریا شما میدونی که حفره، بچه گوارشی داره حفره یا کیسه چی گوارشی داره. موجه تکلات زنبور بچه که این حفره گوارشی نیست، حفره عمومی سلومه برای کسانی که لوله گوارش دارن، میدونی که پلانر لوله گوارش نداره. آب اضافه رو چیه؟ از طریق پروتونفریدی دفع میکنه، درسته؟ یعنی جواب گزینه 3 میشه. همولنف مستقیما، همولنف بچه پلاناری اصلا گردش خون نداره که بخواد همولنفی در کار داشته باشه. سوال سختی نبوده. این سوالش با گزینه‌های طولانی تقریبا تو کتاب 1000 تستون بوده. تو کتاب 1000 تست بوده. همه یاختایی که دانه‌های روشن در میان یاختشون دارن برخلاف همه یاختای خاطره در مغز استخوان چیه؟ برای همه یاختای در مغز استخوان تمام. بچه‌ها یاختای خاطره هم تو مغز استخوان میتونن بوجن. یاختای خاطره هم تو مغز استخوان، هم تو خون، هم تو لنف، تو هم تو با هر جا دلشون بخواد با میکروب باجه بشن تقسیم میشن. پس اینجوری نیست که این تو مغز استخوان نباشه. غلطه. دانه های تیره در میان یاخته شدن برخلاف همه بیگانه خوارا میتونن نفوذ از رگا افزایش بدن. میان یاخته تیره بچه بازوفیله، هیستامین آزاد میکنه. بچه ماستوسیت هم بیگانه خواره، اونم هیستامین آزاد میکنه. پس جفتشون هسته دو قسمتی دارن، بازوفیل ایوزنوفیل. بعد همانند بعضی از یاخته مؤثر در ایمنی ثانویه باعث خونساسازی میکروب میشن. خونساسازی میکروب بچه ها دفاع اختصاصی که غلطه. هسته چند قسمتی بچه ها نوتروفیل میشه همانند بعضی یاخته تولید کننده اینترفرون نوع 2 کشنده طبیعی، کشنده چی؟ طبیعی. دفاع غیر اختصاصی دارن. این درسته بچه ها. گزینه سختی نبوده، گزینه سختی نبوده به نظر من. اینه توی یکی از لایوهایی که با یکی از مشاوره داشتیم گفتم که این یک لحظه بچه ها خب کدوم نادرسته بچه ها؟ در دستگاه عصبی گوسفند یکی از بخش که مجرای ساقه و در ترش پک شیمیاییه. این تر رو اگه نگاه کنی تو ساقه مغز مجاورش باشه اپیفیز میشه بچه ها، اپیفیز میشه که گزینه خیلی پرتی داده. گزینه 4 اکسان مخطط توی بچه بطن یک کدو هن. تو بطن یک کدو که اون رو قطعش کنید چون زنگ خورد. آره. این بچه داخل نیمکره‌های مغزن، داخل اصلا ربط خیلی به ربط ساقه مغز خیلی پرته، ولی ستای دیگه در مورد اپیفیز صدق میکنه. بچه بین نیمکره چپ و راست مجاورت دو برجستگی بچه بزرگتر مغز میانیه، مجاورت بطن سه و مغزه، اینا همه درستن. در یوکاریوت ها تنزیه بیانجه پیش از رونویسیه. میزان دسترسی پیش آنزیم بچه گاهی اوقات دی ان ا درسته اونقدر فشرده میشه که دسترسی آرنوپلاز بره این به ژن خیلی به راه اندازش خیلی محدود میشه. این پیش از رونویسیه، درسته؟ اتصال رناهای کوچیک به آرنا بچه این پس از رونویسیه. پس این غلطه. تغییر در فشردگی رشته کروماتین پیشه، این درسته؟ خمیدگی یا عدم خمیدگی در بخش از مولکول دنا بچه در حین رونویسیه افزاینده بچه، اینم غلطه. جواب 2 میشه. مهرداری که بچه رسوبی از کلسیوم یافت نمیشه، یعنی ماهی قزروفی بچه، ماهی قزروفی که ماهی های آب شورن بچه. تست سختی نیست، خیلی جمله کتاب تونه که ماهی قزروفی
توسط ساختارهای ویژه‌ای موادی رو به روده دفع میکنن. جواب گزینه سه میشه. در نظام جفتگیری نر و ماده در انتخاب جفت بچه ها سهم یک قمری بچه قمری بچه به نوعی پرنده است. نوعی چیه؟ پرنده است. کدام عبارت به طور حد در انجام صحیح است؟ به طور حتم صحیح باشه. غذایابیش بیشتر از انرژی خالص رو دریافت میکنن؟ هر در هر بار غذایابی بیشتر انرژی خالص رو دریافت میکنن؟ نه. توتی خاک میخوره بچه ها برای سم رو از بین ببره. با آزمون و خطا به محرک های بی اثر بچه ها پاسخ غریزی میدن؟ بچه ها پاسخ غریزی به محرک های طبیعه نه بی اثر، غلطه. اون یادگیری میشه. همواره از طریق آواز خوندن نه، همواره وقتی که میگن غلطه، همیشه که اینجوری نیست. ولی گزینه دو میتونه یادگیری از نوع خوگیری. خوگیری بچه ها خوگیری ساده‌ترین رفتار تو همه جانان تقریبا یافیش، حتی تو پلان توی شقایق دریایی هم هست تقریبا، تو بیشتر جانوران یافت میشه دیگه. همون پرند بچه مرغا که میفت برگا میفتن روشون، هی نگاه میکردن به بالا، ولی بعض مدت عادی میشه براش دیگه، نگاه نمیکنن چون با صرف نمیخوان انرژی هدر بدن. جواب چهار میشه. تست سختی نبوده به نظر من. در یه منطقه مالاریایی پدر نسبت به گوشهای قرمزش در معرض خطر مالاریان، یعنی اسه بزرگ اسه بزرگه، پدر اسه بزرگ اسه بزرگه، چون اینا نسبت مالاریا مقاوم نیستن بچه، اینا نسبت مالاریا مقاوم نیستن. مادر مقاوم یعنی اسه بزرگ اسه کوچیکه. کدوم غیر ممکنه؟ خب جواب گزینه یک میشه. گوشه قرمز اس کوچیک غیر طبیعی باشن. اس کوچیک اصلا به شما نمیده. ببین پدر سالم خالصه، اصلا بیمار به شما نمیده. هر نوکلئوتید بچه، هر نوکلئوتید بازه یا تک حلقه داره یا به ریبوز وصله؟ نه، ممکنه به دئوکسی ریبوز وصل باشه ها، حتما به ریبوز که وصل نیست، پس این غلطه. گروه یا گروه فسفات هم با قند وصلن؟ بله، تو هر نوکلئوتید فسفاتش به قند وصله. از نوع پیوند اشتراکی به نقطه دیگر متصله؟ نه، نقطه آزاد داریم. نوکلئوتید چی بچه ها؟ آزاد داریم. این غلطه. تف فرآیند اکسایش در قشای میتوکندری حتما به وجود اومده؟ نه بچه ها، این غلطه. مثلا آتپه اینجا به وجود میاد، اونم نه هر آتپه، آتپه قندش ریبوز باشه. مثلا جی تی پی داریم، تی تی پی داریم، UTP داریم، اینا که توی میتوکندری وجود نیومدن. پس غلط. جواب گزینه یک میشه. سوال دو، در خصوص زنجیره انتقال الکترون. گزینه دو میشه بچه‌ها. بخشی از مسیر رسیدن الکترون حامل الکترون FADH2 و NADH. اگه تو شکل نگاه کنید تو اینا بیشتر مسیرش مشترکه، فقط افاده‌اش از اولین پمپ رد نمیشه. درسته این؟ سوال سختی نبوده بچه، سوال ساده بوده بذار من. در هر یاخته که پپسینوژن تو معده است دیگه، نه؟ اصل معده. کیلومکرون تو روده است، پس غلطه. کیلومکرون تو روده ساخته میشه. اسید تو کلوریدک اسید تو یاخته اصل معده است، اصلا ربطی نداره. نمک های صفرا و لستین هر دو توی چیه؟ یاخته کبدی ساخته میشن. کلسترول تو همه سلول ما هست تقریبا، تو قشای همه هست دیگه، یافت میشه. LDL HDL بچه ها تو کجا ساخته میشه؟ تو کبد. جواب گزینه سه میشه. سال 170 سال خیلی قشنگیه. کدام نادرسته بچه ها؟ دو نادرسته. تو جیرجیرک گیرنده مکانیکی محل اتصال پای جلوی به سینه است بچه. اگه این جیرجیرک باشه، رو شکل کتاب سنها کنی، فرض کنی این جیرجیرک بکشم، این جیرجیرک باشه مثلا، خراب شد. چه جیرجیرکی شد البته. نها کنید این یه جیرجیرک باشه، این پا جلویش باشه، اینجا میشه بچه. رو شکل نها کنید، میخواد میگن تو سر کلاس میگن شکلار بکشید، این پرده سماخه،
پرده سماخ روی این بنده، روی این بنده، روی جایی که وصل میشه به تنه نیست یا به سینه‌اش نیست. پس غلطه. بقیش گزینه صحیح ساده ایه. کدام مناسبه بچه ها؟ این یکی از سوالایی که چالشی بود بچه ها، بین معلم ها اختلاف نظره. گزینه یکیش کاملا غلطه، چون تو باف مردگی هم خب ما التهاب داریم، باف مردگی اثرات مثبت بر بدن ایجاد میشه، بله. مثلا توی خیلی از سلول ما که آلوده به ویروس شدن، آلوده به ویروس شدن یا سلول سرطانی شدن، این میتونه اثرات مثبت ایجاد بکنه. دالم خیلی غلطه، یاختا به سبب فعالیت درشخوارها میمیرن. ببین بچه ها، چون تو بر مرگ رسل سلول میمیره، بد خورده میشه، توسط ماکروفاژ کشته نمیشه که، توسط مرگ برانشی از میمیره. اختلاف نظر خیلی از من رو گزینه جیمه. ابتدا تغییر در قشا یاخته ایجاد میشود. ببین من به نظر من درست میگیرم. چرا؟ چون به هر حال تو اینجا تغییر، اول تغییر در قشا ایجاد نمیشه. ولی اگه بی میگفت تو هر باف مردگی، هر مرگ برانشی شده ای، من شاید نادرست میگرفتم. تو هر مرگ برانشی شده ای شاید نادرست میگرفتم. ولی گفتن در مرگ برانشی شده ای تغییر در قشا یاخته ایجاد میشه. بله، ابتدا توی سری از برگای برنامه ابتدا تغییرات در قشا ایجاد میشه، پرفورین میچسبه. حالا ببین طراح به این نظرش چی هست. ولی شما اگه سر جلسه بودید به نظر من اینو نمیذارید، کسی به نفعش بود. تست خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، این تست قشنگه. جواب سه میشه بچه ها. پرکاری پاراتیروید، کلسیم خون میره بالا، رگا تنگ میشن، کرونر تنگ میشه، عوارض قلبی عروقی ما داریم. کمکاریش بچه، کلسیم خون افت میکنه. دیافراگ بچه، دیافراگ انقباضش مختل میشه، مشکلات تنفسی ایجاد میشه. تست ساده خیلی خوبیه. جهش چار میشه، جهش دگرمنا خاموش، هر دو جانشینی هن. 10 بار تو جزئیات نوشیم تو جهش جانشینی تعداد نقطه ژن تغییر نمیکنه، طول دنا تغییر نمیکنه. سوال ساده خیلی خوبه، باز از تو جزوه است بچه. این که تکراری سل دو هسته ایه، گامت مادهتون دبلیو بوده، پس گل ماده، گل ماده یعنی مادگی شما دبلیو داشته، یا دبلیو دبلیو بوده، آر دبلیو بوده، یا دبلیو دبلیو آر دبلیو بوده. حالا کدوم انتظار نیست؟ نمیتونه آر آر باشه، کلاله نمیتونه آر آر باشه. همه اندامای لنفی بچه‌ها که خوارد باب میشن، یکی تحال، یکی هم آپاندیسه. محتویات یاختایی است که محتوی یاختایی است که میتونه مولکول مشابه در سطح خود ترشح کنه، بله. بچه ها، لنفوسیت ها، لنفوسیت ها تو هم رگای خونی هست، هم رگای لنفی هستن، توی اندامای لنفی هم هستن. تولیدات خود رو از طریق رگهای به بافت پیوندی وارد میکنن، درسته بچه ها؟ موادی که تولید میکنن به هر حال با رگ وارد میکنن دیگه، یا به لنف یا به خون، هر دو بافت پیوندی هستن، خون و لنف بافت پیوندی هستن. آسازسازی آهن مال تحاله بچه ها، مال آپاندیس نیست، غلطه. در نیمه راست بدن، تحال در نیمه چپ بدنه، پس جواب گزینه یک میشه. سوال بسیار قشنگه. توی لایو هم باز گفتم که از این نمودار حتما سوال میاد. درست بچه ها، کدوم درسته؟ 4 ذرت گیاه C4، این C3. تو نمودار شکل کتابتو نگاه کنین، C4 ها شدت فتوسنتزشون چیه، کارهای فتوسنتزشون در دمای بالاتر چیه، افزایش چشمگیر داره. یه خانم باردار، تست ساده متن کتاب خط کتاب گزینه 1ه. در هنگام تمایز یاخته بنیادی بلاستوسیس جفتم وجود میاد، بله. این همون اول خطه، بقیهش غلطه. این سوالی بود که همایش کار کردی، هم سوال همایشه بچه ها. پورته کروی دارن، پورته کروی دارن، پورته کروی دارن کیان؟
این دو تا خط زد باشن، این دو تا خط زد، این پروتئین کروی اکتینا هستن، این اکتینا هستن، بینشون میوزین قرار میگیره، بینشون میوزینه، این هم سرای میوزینه. خیلی سوال ساده ای بوده. انقباض از طریق سرای خود. بچه ها اکتین سر نداره، ناکنید مال سرا مال میوزینن، ولی بقیهش درسته. این سرا مال میوزینن، مال اکتین نیستن. اینم بچه سوال ساده یه متن کتابیه به نظر من. هر گیاهی نر تک جنسی گلبرگای متصل به هم داره، کدو مثلا، به این بچه دانه گرده با دیوار منفذدار، تو همه نهاندانگان دیوار داخلی منفذدار، دیوارش منفذدار داره، دیوار منفذدار دارن. حالا ممکنه تزیینات داشته باشه نداشته باشه، این جمله درسته، بقیهش غلطه. اغلب گیرندهای اکسیژن در رگ‌ها یافشن، سرخ رگ‌ها، بچه در مورد سرخ رگ‌ها میگه، متن کتابی ساده است یا سخت نیست، در برش عرضی گرد دیده میشن. به طور از پنجمین روز شروع دوره جنسی، بچه اگه شما دیوار رحم رو نگاه کنید یا سخت نبوده اینجوریه، تا روز 28 رو مگه نگاه کنید، این روز 14. ببین بچه گزینه غلطش خیلی تابلوه، گزینه غلطش داره توی گفته از روز پنجم تا 14، روز پنجم تا 14، تا زمان که فولیکولا هستن، از روز پنجم تا 14 به طور حتم اندوخته دیوار داخل رحم به حد اکثر خود میرسه. بچه حد اکثر تو روزه 27 24 25، یعنی تو مرحله لوتاله، تو مرحله چیه؟ لوتاله، تو اینجا نیست. جواب سه میشه. سوال تقریبا وقتگیری بوده بچه ها. سوال 182، در هر زمانی که سینی ها بستن، به این بچه ها پی کیو آر اس تی، اینجا بچه انقباض بطنه، انقباض بطنه، تو اینجا سینی باز، میترال و سلختی چیه بچه ها؟ بست است. این 0.3 ثانیه است. تو نیم ثانیه بعدی، توی 0.4 ثانیه استراحت عمومیه، بعدش انقباض دهلیزت، یعنی 0.1، تو اینجا برعکس اینجاست، یعنی اینجا برعکسه، تو اینجا، اینجا برعکسه، استراحت بطنه، سینی بسته است، میترالو سلختی چیه بچه ها؟ بازه. خب زمانی که سینی ها بستن، یعنی اینجا، هماننده میترال و سلختی بستن، یعنی همانند این، همانند اینجا، خون داره وارد دهلیز میشه، موقع انقباض دهلیز خون وارد نمیشه، موقع انقباض داره اون 0.1 خون وارد نمیشه، بسته است، یعنی چی؟ سینیا بستن، یعنی اینجا میترال سلختی بازن، میترال سلختی چی هن؟ بازن، یعنی اینجا دیگه، خون به درون بطن وارد میشه، درسته؟ جیم، زمانی که سینیا بازن، سینیا چی هن؟ بازن، یعنی اینجا، میترال سلختی هم بچه ها بازه، یعنی اینجا میترال سلختی باز، اینجا مثل اینجا، دهلیزا در حال استراحت هن؟ نه، اینجا دهلیزا در حال انقباض هن. زمانی که بازه میترال سینیا بازه، یعنی اینجا، اینجا اینا بستن، یعنی اینجا فشار بطن در حد پایینی، نه چون انقباض بطن حد اکثری غلطه، جواب 1 میشه، فقط به درسته. سوال بسیار پیش با افتاده، گیرندهای مخروطی استوانه‌ای، تو مخروطی یا نسبت استوانه‌ای ماده حساس به نورشون چیه؟ کمتره، رو شکل مشخصه، 10 بارم تو جزوه نوشتیم. سوال سختی نیست،
تو جمعیت ها عاملی که افرسازگاری با محیط رو برمیگزینه ژنوتیپ فرد رو تغییر میده هیچ وقت بچه ها انتخاب تایی رو فرد تأثیر نمیذاره غلط. عاملی که خزانه ژنتیکی جمعیت رو غنی تر میکنه جهشه، توان بقای جمعیت رو زیاد میکنه. صد بار تو همون جزئیات نشه آقا جهش خزانه ژنتیکی رو غنی تر میکنه، توان بقای جمعیت رو زیاد میکنه. تست هم 10 بار توی دیانوک تست دادی. شکل مهمی تو لایو گفته بودم بچه ها که لایو حالا سیو کردم توی یکی با یکی از مشاوره گفته از این شکل حتما میاد اینجا بچه ها. این نمودار شکل کتابتونه، کدوم نادرسته بچه ها؟ گزینه دو نادرسته. در شماره 5 اینجا اینجوری حالتی، اینجوری میتونه باشه. در هر جایگاه جنی ال بارز میتونه وجود داشته باشه؟ نه، میتونه آی کوچیک آی کوچیک، به بزرگ به بزرگ، سی بزرگ سی بزرگ باشه. جواب دو میشه. هر جانداری که میتونه همه یا بخشی از غذاش از جاندار دیگه به دست بیاره، مثل سیان و باکتری ها بچه ها، سیان و باکتری ها بچه ها با گونوره همزیستی دارن. فاقد توان ترکیب تولید مواد عالی غلط، سیان و باکتر میتونه. اندام مکنده داره؟ نه، خود سیان و باکتر اندام مکنده داره. نیتروژن جو رو به نیتروژن قابل استفاده به گیاه تبدیل میکنه. خب همه‌شو که سیان و باکتر نیستن، گیاه انگل هم داریم مثل سس گل جالیس. غلطه، به ناچار باید یکی درست باشه. دال درسته ولی با کمک ترکیبات فسفاتدار مولکول دو نوکلئید میسوزن. بله، اناده هاش همش اناده هاش دارن بچه، چون همه گلیکولیز دارن. بچه آمیلاز مقاوم به گرما مال باکتریه تو چشمه های آب گرمه. گزینه 4 بچه گزینه همیشه درسته، چه در بون پروکارتا چه در یوکارتا همیشه درسته. یعنی سه سخت نیست. یعنی شما اگر این تو این جمله رو خط جزوه است، دقیقا خط جزوه است تو فصل 1، فصل 2 دقیقا زمان جایی که ژن نوشتم دورشته رشته الگو رمزگذار، میتونه این ژن رمزگذارش با ژن بغل دستی الگوش یکی باشه یکی نباشه. نوع هورمون گیاهی که همیشه سوال ثابت گنگوره، جواب 3. از جوان رأسی تو جوان جانبی میاد اکسینه، توی تولمس غیر جنسی نقش داره، باشه ریشه زایی میشه. این بچه شکل حشره است، این معدشه، این لولای مالپیگیه، این روده باریکشه، این راست رودشه. خب جواب بچه ها سخت نیست. جواب بخش چهار اینه، بخش 4 راست روده است، برخلاف بخش 1 معده است. سوخت نوکلیک اسید اسیدوریکه بچه ها، اسیدوریک از لوی مالپیگی میاد تو روده، بعد مورد تو راست روده انجا دفع میشه. گزینه دیگه غلط هم بچه، جواب 4 میشه. سوال ترجمه است که سوال تقریبا ثابت کنکوره. هر تیرنا فقط حامل یک آمینو اسیده که فقط حامل یک آمینو اسیده افتو وارد آی ریبوزوم میشه؟ نه، تیرنا اول وارد آ نمیشه، تیرنا آغازگر. هر تیرنا که وارد جایگاه آ میشه حتما رابطه مکملی برقرار میکنه؟ نه، چون شاید رابطه مکملی برقرار نکرد رفت. هر تیرنا که ارتباط خود با زنجیره از آمینو اسید قطع میکنه به جایگاه ای میاد؟ آخرین تیارنا نه، آخرین تیارنا از پی خارج میشه. لابد مجبوری یکیشو درست بگیریم. دال، هرچند دال خیلی نمیشه با قدرت گفت که خیلی سعی، ولی به ناچار میشه رسعی گرفت. سال 91 سال خیلی خوبیه. یاخته گیاهی ممکنه تجمع محصولات نهایی تولید کنه،
بچه ها تو واکنش ها یا تخمیر لاکتیکی دارن یا الکلی. تو تخمیر الکلی و لاکتیکی هر جفتشون تو موقع تو مرحله نهایی اناده هاش مصرف میشه تو جفتشون. سال 92 استرسازی بچه توی لایو هم گفته بوده حتما بچه استرسازی بخونن. کدوم صحیحه؟ همه یاختهایی که مضاعفاً تقسیم نیوز رو انجام میدن. بچه اسپرما تو گونیا میتوز انجام میدن زیاد میشن. آیا جواب 4 صحیحه دیگه. همه یاختهایی که کروموزوم همتا دارن، چه اسپرما تو گونی چه استرس اولیه حاوی هسته غیر فشردن به یاخته دیگه هم وصله. این درسته. این سوال بچه سوال خیلی خوبیه. سوال سنجش آخرین سوال سنجش بود، سوال همین سنجش آخر بود. مهمترین ساخت برقراری پیوند شیمه بین زیرواحد کوچیک و دو تا زیرواحد آ و ب که تو محیط آزمایشگاه انجام میشه. پارامیسی کوریچه واکل گوارشی به مولکول‌های با عمل اختصاصی نیاز دارن، برای توشون آنزیم نیازه، توشون برای آنزیم باشه. نوع واکل دفعی برای واکل انقباضی، واکل انقباضی، کوریچه انقباضی، کوریچه غذایی در انتهای حفره گوارشی. نه اصلا اینا حفره گوارشی ندارن بچه‌ها، حفره گوارشی مال کیسه تنم بود، غلطه. نوع کوریچه واکل غیر انقباضی محتاط خود از طریق منفذی به خارج دفع کنه. درسته. جواب 3 میشه. وجه مشترک اپرون لک و اپرون چیه؟ مالتوز. بچه گزینه 4 میشه. هر پروتئینی که به قندی متفاوت وصل میشه، یا با مالتوز وصل میشه یا به لاکتوز وصل میشه، در شروع حرکت رونیسی کننده نقش داره. بله، چون بچه ها اینا فعال کننده آرناپولیمرازن، فعال کننده آرناپولیمرازن. سوال فوتوسن گیاهه. بیشترین گیاهان کره زمین بچه ها نهاندانگانه. تشکیل ساختار اختصاص یافته برای تومسی جنسی آنها به طور شب بستگی داره. نه بچه، گوجه فرنگ ربطی نداره، گرجه فرنگی ربطی نداره. بیشترین جذب کاروتن در سبز زرد و نارنجی، نه سبز و آبیه. اینم غلطه، این گیرا کلا غلطه. با تجزیه شدن سبزینه یه برگای آنها مقدار کاروتن رو افزایش می‌یابد. این بچه کتاب تو قید شکل تو متن کتاب قید برخی داره، قید برخی داره، همه نداره. تو از رو ناشای 2 میگیریم. بزن طرح نظرش 2ه. کربن دی اکسید از طریق یاخته تماس یافته اندامه هوایی زمین رو جذب میشه. چون بچه ها گزینه بهتری نیست، ولی مثلا بعضی گیاه مثلا سس بچه نهاندانه است، سس نهاندانه است، ولی خب ریشه نداره، ولی میشه به ناچار 2 انتخاب کرد. این کتاب مال کتاب نشر در 11 ماست. دقیقاً همین تسته، همین تسته، تست سختی نیست. 4 1 بچه ها جوان رسیه، 4 جوان جانبیه. میبافته سلای میرستمی دارن، سلای میرستمی هستشون چیه؟ درشت و در مرکزه. این یکی از سوالایی که معلم ها روش چیز داشتن. کسی اوی مثبت مشکل انقادی هم داره بروی فامتن 9 فاقد علله. چرا دیگه؟ علله او داره دیگه، اوه دیگه. برای نوع فامتن جنسی آن دگره نهفته قرار گرفته. شاید بچه مشکل انقادی هموفیلی نباشه، حتما هموفیلی که نیست، غلطه. برای یکی از بلندترین فامتن های خود در کاریتوبیانا دیه هست. این بچه این میتونه دیه بزرگ دیه بزرگ باشه، میتونه دیه بزرگ دیه کوچیک باشه. بعضی میگن این غلطه، ولی من به ذهنم درسته. برای یکی از بلندترین کروموزوم های موجود دیه واقع شده است دیگه، واقع شده دیگه. نگفته فقط روی یکی، اگه میگفت فقط روی یکی من غلط میگرفتم، ولی نگفته فقط. حالا من حالا فعلا درست میگیرم نظر منه. گوشه قرمز کربوهیدرات دار
گلبه قرمز از یاختای با چندی، بله این درسته، از یاختای میلویدی بوجود میاد. میلویدی هم به چندین یاخته میتونن تبدیل بشن. جواب دو میشه. اینم یکی از سوال چالشی سال 198 199 200. این سه تا سوال با یک سال 171 بود فکر کنم. این چهار تای کمی چالشی بودن. همه اندام هایی که پکشیم این بچه کلیه و کبد میشه، کلیه و کبد میشه، به دفع بعضی از ملکه عالی بدن کمک میکنه. بله هر جفتشون هم کلیه هم کبد، کلیه اوره دفع میکنه، کبد هم کلسترول و اینا. تو فشار اسموزی جفتشون نقش دارن. این آلبومین میسازه، آلبومین برای حفظ فشار اسموزی، این که برای بازجذب آب و اینا. در فرآیند انقاض نقش مؤثر دارن. بچه من این گزینه رو انتخاب میکنم. نه جفتش شاید نقش داشته باشه ولی نقش مؤثر رو من نمیتونم بگم. مثلا کبد چرا نه فیبرینوژن میسازه، فیبرینوژن تو کبد ساخته میشه، ولی کلیه حالا چرا درسته میگیم باز جذب سدیم مثلا، ولی مؤثر آنچنان مؤثر نیست. هر یک میتونه با تغییر در مقدار چشمگیری از نوع ماده دفعی از میزان سمیت بکاهد. بله مثلا این دفع اوره داره، اینم بچه ها میتونه، یا دفع آمونیاک داره، اینم میتونه بچه آمونیاک رو به اوره تبدیل کنه. آمونیاک رو به چیه؟ اوره به هر تبدیل کنه. من گزینه 3 رو میزنم نادرست. هر نوع بارگیری اینجا بچه چالش بین 1 و 2 بین معلم ها، بین معلم ها. من طبق شکل کتاب، طبق شکل کتاب شما 1 میزنم، ولی 2 هم بچه ها شیرگی های با مصرف انرژی به درون یاخته آوند میاد. به این بچه ها باری که تو جفت آوند ها تو هم بارگیری هر جفت ها ما انرژی مصرف میکنیم در جفت. چون چیه مزه شیره گیاهی رو من یکم گیر دارم که آیا اون شیره که جذب گیاه میشه، اون املاحی که جذب گیاه میشه هنوز شیره گیاه نیست، آب املاحی که از خاک داره جذب میشه. من یک رو، ولی از گزینه 2 هم بعضی معلم ها گزینه 2 رو گرفتن. حالا ببینیم طراح چی جواب میده. سال 201 سال ساده ایه. این بچه ها میتراله، میدیگه میترال چپه، این هم سلختیه، این راسته. بچه ها جواب 3 میشه. 1 برخلاف 2 افتخون رو به نواحی چپ میده، درسته. سوال ساده ایه بچه ها. هر زن و مردی که سالم باشن، خب مرد سالمه، زنم سالمه ها، تو اینجا اینم سالم باشه، اینم سالم باشه، خب مشخصه پسر سالم میدن. بله پسر سالم میدن، در هر حالت پسر سالم میدن. تو ناقل هم بگیری بازم پسر سالم میدن، تو ناقل هم بگیری سالم. پسر بیمار قطعا پسر بیمار نمیدن. چرا؟ چون در این حالت بگیرم، این حالت بگیرم، خب با این همه پسر سالم به شما پسر بیمار نمیده، چون گفته جفتشون هم این همین. تو این حالت ممکنه بده دختر بیمار بیمار و خالص، اصلا اینجا بیمار به شما میده چون پدره سالمه، غلط کامله. البته این هم میتونست ناقل باشه. پسر بیمار این حالتی ها میتونه ولی اینجا نمیتونه، اینجا نمیتونه. دختری سالم و ناخالص، دختر سالم و ناخالص. باش اگه این حالت بگیرم دختر سالمه، اصلا به شما ناخالص نده چون اگر جفت شما خالص باشن. این هم پس غلط، جواب گزینه 1 میشه. بچه سوال خیلی قشنگه، شاید برم بگم بهترین سوال کنکور چی بوده، من اینو انتخاب میکنم. بزرگترین یاخته دانه گرده رسیده، گرده رویشیه بچه ها، سلول رویشیه. تو دو جزوه 4 بار نوشتم،
بزرگترین یاخته گردرسی رویشیه. چهار یاخته متصل به هم ایجاد میکنن که کاملا قطعا پرت میتوز. بچه براتون نوشتم رویشی رشد میکنه، رویشی رشد میکنه میشه دانه چی؟ میشه لوله گرده. جواب سه میشه به بخشی حاوی سه تا هسته تبدیل میشه. بله، وقتی لوله گرده ایجاد میکنه سه تا هسته است، دو تا اسپر با یک هسته خود رویشی. درون لوله گرده این کار زایشیه بچه، این کار چی؟ زایشیه. دو تا سوال دیگه مونده. سوال در نگاه اول خیلی سخت به نظر میسید ولی گزینه صحیحش خیلی ساده است. زنجیره انتقال الکترون در قشای تیلاکوئید رو داره بررسی کنه. گزینه 4 دو تا پورت خارجی، اون دو تا خارجی تو زنجیره دوم به ندپه مثبت میدن. خیلی راحته. بین خاطر میگفتن این شکلی بوده که گفتم 10 بار بکشید، 10 بار بکشید که برای من ارسال میکردن. همون خیلی ساده است، یعنی با نگاه میشد زد. و آخرین سوال، آنزیمی که وقوع جهش ممانعت میکنه دی ان ا پلیمرازه. میدونی که دی ان ا پلیمراز اختصاصی عمل میکنه، فعال نوکلئازی هم داره، پلیمرازی هم داره، میتونه نوکلئر رو به هم وصل کنه. درسته؟ آنزیمی که باعث جدا کردن هیستول میشه براتون نشون غیر هلیکازیه، ولی این تیک هلیکازه. مار پیش رو هلیکاز باز میکنه، این غیر از هلیکازه، کاملا غلطه. گزینه سوال سختی نیست. آنزیمی که نکتر به طور مکمل کنار هم میزازه دی ان ا پلیمراز، بازم این ویژگی همه آنزیم است، ویژگی همه آنزیم است، کاملا صحیحه. آنزیم که پیوند هیدروژنی رو برقرار میکنه، ما هیچ آنزیمی نداریم که پیوند هیدروژنی برقرار کنه، کاملا غلطه. شما تو همین لیوان آب دست بینده پیوند هیدروژنی هم باز میشن دوباره شکسته میشن هم بس میشن، شما آنزیم نریخت دیگه. ما آنزیمی نداریم که پیوند هیدروژنی برقرار کنه، کاملا غلطه. جواب گزینه 2 میشه. ببین بچه اگه من سوالا همه راحت براتون حل کردم، من معلمم. شما در شما سوالا ببین طولانی بوده، 50 تا سواله که 12 تاش چند عبارتی بوده. خب وقت کم میاد، تونم 36 دقیقه انتظار شما. من میگم آقا 40 تا 50 متوسطه، 50 تا 60 متوسطه به بالاست و خوبه، یعنی 60 به بالا عالیه برای زیست. انشالله نتیجه خوب و براتون آرزو دارم نتیجه خوب بگیرید. آقای یحیوی اینجاست، اذیت میکنه ما رو. انشالله که سال آینده تو دانشگاه ببینیم. تو خسته نباشید، زحمتتون کشیدید، خسته نباشید.